I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. گیر سرهای قطره یا آب نباتی شما نیاز داریم به رزین غلیظ. رزین غلیظ هم باید یک مقدار بهش زمان بدیم تا خودش رو بگیره و اینجوری به حالت عسل برسه. وقتی که رزینم به این حالت رسید، همش رو ته لیوانم جمع میکنم، روی آب اسلانگم نگهش میدارم. روی یه قالب سیلیکونی که دیگه ازش استفاده نمی کنم، به این صورت از بالا می چکونمش، چون می خوام یه حلقه خیلی تمیز و مرتب به هم بده. همینجور هر رنگی رو که دوست داریم می تونیم باهاش این کار رو انجام بدیم. فقط مهمه که رزینمون غلیظ باشه و غلظت بالایی پیدا کرده باشه، اونم در گذر زمان، یعنی یک مقدار به هیچ زمان بدیم که خودش رو بگیره. خب 24 ساعت از ریختن این رزینمون گذشته، کاملا این قطره هامون خشک شدن و خیلی هم زیبا هستن. ببینید چقدر این قطره ها جذابن. توی این مرحله میتونیم باهاشون شروع کنیم به ساختن گیرسر. البته خیلی کارا میشه با اینا کرد. میشه دو طرفش رو سوراخ کرد، دستبندش کرد، یک طرفش رو سوراخ کرد، به صورت گردن‌آویز ازش استفاده کرد یا به صورت گوشواره. فکرم گوشواره‌هاش هم خیلی زیبا بشه. ولی الان اینجا میخوایم باهاش یه گیرسر درست بکنیم. یه گیره فلزی با طرح دلخواهم انتخاب میکنم و همونجور که توی ویدیو میبینین شروع میکنم به چیدن قطره هام روی گیرم. چینش قطره ها خیلی مهمه بچه ها. برای این که زیباترین نتیجه رو داشته باشم، قبلش چندین بار قطره هام رو جابجا میکنم تا قشنگترین چینش رو به من بده. بعد از اینکه چینشم رو انتخاب کردم، قطره هام رو با کمک چسب 1-2-3 یا چسب قطره‌ای به پایه فلزیشون میچسبونم. به همین زیبایی و سادگی میشه کلی گیرسرهای متنوع و خوشگل درست کرد. میتونین از استیکرها، افکت‌های شاینی اکریل‌ها و انواع رنگ‌ها توی این گیره‌ها استفاده کنید. امیدوارم که از آموزش گیره‌های آب نباتی لذت برده باشین. من آرساس هستم و با کلی عشق این ویدیوها رو براتون درست میکنم.